آی قصه قصه قصه, قصه گل های دسته دسته با دست و روی شسته به انتظار نشسته گل های قشنگم سلام من از امشب حدودای همین ساعت برای شما عزیزا یه قصه تعریف میکنم انشالله قصه منو بشنوید و بخوابید حالا هم دراز بکشید چشمای قشنگتونم ببندید به قصه من گوش کنید یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود روی یه تپه دور کنار یه رودخونه یه روستایی باصفا بود توی این روستا یه پیرزن تنها توی یه کلبه کوچیک زندگی میکرد یه روز از روزای خوب خدا نزدیک فصل سرما که هوا باریونی بود خاله شام خودشو خورد و زیر کرسی کرمش خوابید طولی نکشید که صدای در خونه بلند شد خاله چادر سرش کرد و از پنجره نگاه کرد و گفت کیه داره در میزنه خونه ی خاله سر میزنه یه صدای نازک از پشت در گفت جیک 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 منم منم گنجیشکه که اشی خاله میشه امشب اینجا بمونم خیس شدم خاله در رو باز کرد تا چشمش به گنجیشکه افتاد بغلش کرد و بوسیدش و گفت بیا سر تاخچه خاله روی بخچه ترمه بخواب مهمون حبیب خداست خاله زیر کرسی خوابید ولی تا اومد خوابش ببره دوباره صدای در و شنید رفت پشت پنجره و گفت کیه داره در میزنه خونه ی خاله سر میزنه؟ کر اولاق مهربون گفت خاله میشه در رو باز کنین تا امشب من پیش شما بمونم؟ بیرون خیلی سرده تنم داره میلرزه خاله در رو باز کرد دید کر اولاق خیز شده دلش سوخت و گفت بیا زیر کرسی بخواب مهمون حبیب خداست خاله رفت زیر کرسی بخوابه دوباره صدای در بلند شد رفت پشت پنجره و گفت کیه داره در میزنه خونه ی خاله سر میزنه مرغ پرتلا با اون نوک هناییش گفت قد, قد قد قدا امشب میشه پیش شما بمونم هوا خیلی سرده خاله بازم در رو باز کرد دید مرغ پرتلا خیلی سردشه گفت تو هم بیا زیر کرسی خاله بخواب مهمون حبیب خود خاله دوباره رفت زیر کرسی بخوابه دید بازم صدای در میاد چادرش رو سرش کرد از پنجره بیرون رو نگاه کرد دید که یه سگ پاکوتا با گوشای بلند پشت دره گفت خاله خیلی سردمه میتونم امشب پیش شما بخوابم خاله دلش برا سگه هم سوخت گفت باشه خونه من خیلی کوچیکه ولی تو هم بیا و کنار اجاق بخواب مهمون حبیب خداست خاله با همه ها تا صبح آروم و راحت خوابیدند. صبح با صدای گنجیشک از خواب بیدار شد. دیدی سفره رنگی کنار کرسی پهن شده و مهمونا دور سفره منتظر خاله هستند. همشون یک صدا گفتند: سلام، سلام خاله پیرزن. خاله که خیلی مهربون بود با اونها کنار سفره نشست و مشغول خوردن صوبونه شد. بعدش خاله گفت من تنام خیلی هم دوست دارم که همه شما کنارم باشید. ولی میبینین که خونم خیلی کوچیکه. الان که هوا آفتابی شده هر کسی بره دنبال زندگی خودش. گنجیشک وقتی این حرف رو شنید روی تاخچه پرید و گفت من که جیک جیک میکنم برات تخم کوچیک میکنم برات بذارم برم خاله یه نگاهی بهش کرد و گفت نه تو خیلی کوچیکی جایی که نمیگیری بمون مرغ پرتلا وقتی که دید گنجشک میخواد بمونه گفت من که قد قد میکنم برات تخم طلا میکنم برات بذارم برم خالی که خیلی مهربون بود بازم لبخند زد و گفت نه تو هم میتونی بمونی. اما هنوز حرفش تموم نشده بود که یهو هاپو اومد. گفت من که واقواق واق میکنم همه رو خبردار میکنم بذارم برم. خاله یه دستی به سرش کشید و گفت تو هم میتونی بمونی. کر اولاغ وقتی که دید همه مهمونا قراره بمونن به خاله گفت من که ار, ار می بارا رو این طرف و اون طرف میکنم اگه برم شما ناراحت نمیشی خاله یه نگاهی به کر اولاغ کرد و گفت خب حالا که همه میخوان بمونن تو هم بمون دیگه خاله یه لبخندی بهشون زد یه دستی رو سر همشون کشید و گفت حالا که قراره همه با هم زندگی کنیم باید با هم دیگه همکاری داشته باشیم و یه کلبه کوچولو دیگه کنار کلبه خاله بسازیم حیوونا همه دست به کار شدن و خیلی خوب یه کلبه کوچولو ساختن و کنار هم با صفا و خوشی زندگی کردن های قشنگم از قصه امشب خوشتون اومد؟ حالا منم از شما میخوام که همیشه با همدیگه مهربون باشین به هم کمک کنین تا با همکاری هم مشکلاتتون حل بشه انشاءالله که خدای مهربون همیشه همراهتون باشه شبتون بخیر خوابای خوب ببینید